ماه اکتبر ماهی است که سال روز انقلاب کبیر اکتبر، انقلابی که برای ما چپ‌ها با معانی فراوانی داره. میخواستم از تراب سالس بپرسم این چه نوع انقلابی بود در سطح جهان، چه تأثیری گذاشت؟ خب این شاید بشه گفت اولین و تنها انقلاب پیروزمند کارگری در جهانه و به همین معنا اولین انقلاب سوسیالیستی در جهانه، چون انقلاب به طور کلی دو بُعد داره، یه بُعد سیاسی یه بُعد اجتماعی. در بُعد سیاسیش قدرت از یه طبقه منتقل میشه به طبقه دیگه، هر انقلابی درش این اتفاق میفته و به واسطه این انتقال قدرت بعد تغییر و تحولات اجتماعی که باعث اصولا این انقلاب شد در اون جامعه به مرحله اجرا گذاشته میشه. در اینش بُعد اجتماعی انقلابی است. طبقه کارگر موقعی که قدرت رو بگیره، خب بُعد اجتماعی انقلابیش ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی است. بنابراین پیروزی طبقه کارگر در انقلاب سیاسی به معنی آغاز انقلاب سوسیالیستی است در مارکسیسم. به این معنای این اولین انقلاب سوسیالیستی است که ما در جهان دیدیم و شاید تنها انقلاب سوسیالیستی است که در جهان دیدیم، به این معنای که در هیچ یک از انقلابات دیگه‌ای که اتفاق افتاده خود طبقه کارگر قدرت رو نگرفته، کسی به اسم طبقه کارگر قدرت رو گرفته. این تنها جایی است که طبقه کارگر در دو شورای بزرگش پتروگراد و مسکو در واقع به قیام مسلحانه رأی داد و از نظر اجرایی هم کمیته نظامی شورای پتروگراد بود که انقلاب رو رهبری کرد از نظر تکنیکی، از نظر قدرت نظامی. به این معنا تنها انقلابی است که بشه گفت خود طبقه کارگر آگاهانه برای انقلاب سوسیالیستی قدرت رو در دست گرفته از طریق یک قیام مسلحان. از این لحاظ خب خیلی اهمیت داره برای هم جنبش جهانی کارگری، هم از نظر تأثیری که در تناسب قوای بین المللی گذاشته. علارغم شکست بعدیش، حتی تا دورهای اولیه و از جنگ جهانی دوم، ما هنوز تأثیر این انقلاب رو در تناسب قوای بین المللی میبینیم. چه بسا اگر این انقلاب نبود سیستم استعماری خیلی بیشتر ادامه پیدا میکرد در جهان، چه بسا اگر این انقلاب اتفاق نمیافتاد امپریالیزم این تغییر و تحولاتی به طرف نئوکولونیالیزم درش اتفاق افتاده خیلی دیرتر اتفاق میافتاد. دانش حتی علارغم شکستش ما تأثیرش رو تو مقیاس جهانی میبینیم. مضافاً به این که چون یکی از تنها تجربیات انقلابی طبقه کارگره، به نظر من کلی از دستاوردهای تئوریک و نظری جنبش چپ، کلی از دستاوردهای تئوریک مارکسیسم انقلابی، پایگاه و اساسش انقلاب اکتبر و تجربه انقلاب اکتبر، شاید هنوز که هنوزه تئوری مارکسیستی بخش عمده ای از دستاورداش متکی به همین تجربه است، چون تجربه غنی تر از این ما هنوز متاسفانه نداشت. از این لحاظ هنوز کماکان به نظر من این انقلاب اهمیت خاص و ویژه ای رو داره. درس های این انقلاب برای جنبشی که الان باش رو بروید در این دوره بحران نظام سرمایه و غیره، چه درس هایی داره این انقلاب برای جنبش چپ؟ خب همونطور که گفتم به خاطر اینکه اولین تجربه انقلاب کارگری است، درساش برای جنبش کارگری جهانی بیشمارن. در واقع غنی تر از این تجربه ما چیزی نداریم که بتونیم به اتکای این تجربه تئوری رو بسنجیم، تئوری مارکسیستی رو بسنجیم. ولی خب اگه بخوایم تاکید بذاریم رو چند جنبه کلیدی به اصطلاح این انقلاب، به نظر من شاید 3 تا 4 تا درس عمدهش اینجا برجسته کنیم که هنوز اهمیتش به قوت خودش باقیه، بد نباشه. اولیش به نظر من مسئله استراتژی و تاکتیک انقلابی در دوران به اصطلاح امپریالیست که تجربه انقلاب اکتبر به ما درسهایی رو داده که هنوز که هنوز میتونیم ازش استفاده کنیم. به طور کلی در رابطه با استراتژی انقلابی، ما در دوره‌ای که انقلاب اکتبر رخ میده در جنبش جهانی کارگری اشکالات و مشاجرات و مباحثات زیاد داریم.
چون از یه لحاظ کشورهایی که سرمایه‌داری پیشرفته بودن خب استراتژی انقلابی قرار بود سوسیالیستی باشه و مسئله حل شده و روشنی بود. در مارکسیسم به اصطلاح مشاجره و سوء تفاهمی سر این قضیه وجود نداشت. تا اونجایی هم که کشوری هنوز از مراحل انقلاب بورژوا دموکراتیک نگذشته بود تا قرن 17 18 خب واضح بود که انقلاب بورژوا دموکراتیک منجر خواهد شد به بورژوازی به قدرت رسیدن و تحولات سرمایه‌داری. این حالت مابینی بود که همیشه جنبش کارگری رو دچار ایراد و اشکال کرده بود. از یه طرف ما تجربه خود انقلاب 1848 آلمان رو داشتیم و انقلابات سیاسی که در فرانسه رخ داد در زمان حیات خود مارکس که راجبش این حالت مابینابینی مقدار به بحث گذاشته شد. ولی متاسفانه بعد از خود مرگ مارکس بین الملل دوم عملا افتاد دنبال یه تئوری داروینیستی از به اصطلاح مراحل انقلاب، به این معنا که اینجوری تصور میکرد که انقلابات و تاریخ جوامع بشری باید از یه مراحلی حتما بگذرن تا به مرحله بعدی برسن. درسته که توی نوشتهای خود مارکس ما دقت کنیم اصلا همچین نوع برداشتی از استراتژی انقلابی نبود. میدونیم خود مارکس در انقلاب 1848 آلمان تا 1853 رسید به این نتیجه که انقلاب بورژوا دموکراتیک دیگه غیر ممکنه. در عصری که سرمایه‌داری رشد کرده انقلابات بورژوا دموکراتیک به این معنا که بورژوازی رهبری انقلاب رو در دست بگیره و تغییر و تحولات دموکراتیک در جامعه ایجاد کنه دورانش سپری شد. به دو دلیل، اون دلایلی که مارکس میآورد به سه دلیل شاید بشه گفت که مارکس تحلیلاش اشاره میکرد. یکی این که خب تغییر و تحولات سرمایه‌داری از بالا در بطن این کشورهای ما قبل سرمایه‌داری طبقه کارگری رو ایجاد کرده که قدرت اجتماعیش به نسبت بورژوازی آنچنان کم نیست، حتی چه بسا از لحاظ تناسب قوا حساب کنیم در مقایسه با کشورهای پیشرفته تناسب قوا اینجا خیلی بیشتر به نفع طبقه کارگر تا به نفع طبقه بورژوا. دومی که این طبقه کارگری که در این کشور ما قبل سرمایه‌داری ایجاد شده با طبقه کارگر قرن 17 و 18 که توی فرض کنید انگلستان و هلند و کشورهای اولیه سرمایه‌داری شکل گرفت تفاوت کیفی داره. اونم اینی که در دوران این طبقه کارگر شکل گرفته که سوسیالیسم علمی به عنوان راه حل و استراتژی مبارزات طبقه کارگر در جنبش کارگری مطرح شده. یعنی طبقه کارگر آلمان دیگه طبقه کارگر قرن 17 و 18 انگلیس نیست، طبقه کارگریش که مسلح به سوسیالیسم علمی، طبقه کارگریش که لایه‌های پیشگامش برنامه انقلاب سوسیالیستی دارن. یعنی این عامل ذهنی خیلی پدیده مهمی بود که مارکس بهش اشاره میکرد. سومی که از اونجایی که سرمایه‌داری از بالا رشد کرده در بطن جامعه فئودالی معمولا رابطه خیلی نزدیکی بین سرمایه‌داری و طبقات ما قبل سرمایه‌داری وجوده، مثل فئودالا، زمیندارا. یعنی همون زمیندارا به یه شکلی حالا شدن سرمایه‌دارا و این رابطه نزدیک بین دو طبقه بورژوا و فئودال باعث میشه که طبقه بورژوا دیگه نخواد از طریق انقلابی تکالیف دموکراتیک رو حل کنه، چون از یه طرف رابطه خیلی نزدیکی داره با طبقات ما قبل خودش، از یه طرف ترس و واهمش از طبقه کارگری که مسلح به اهداف و برنامه استراتژی سوسیالیستی خیلی بیشتره تا نفرتی که داره از طبقه فئودال. و همین خاطر مارکس از بعد از تجربه انقلاب 1848 آلمان خودش به این نتیجه می‌رسه که دیگه دوران انقلابات بورژوا دموکراتیک سپری شد. بنابراین اصلا اینطوری نیست که مارکس فکر می‌کنه حتما جوامع بشری باید از این مراحل یکی پس از دیگری بگذرن. منتها این بحث خب در بین‌الملل دوم کاملا جا افتاده بود و سوسیال دموکراسی روسیه هم در جناح‌های مختلفش حتی نیروهایی که بعد شدن بولشویک کم و بیش از همین سنت اومده بودن بیرون. به این معنی که فکر میاد چون در روسیه انقلاب بورژوا دموکراتیک نشده پس انقلابی که در مقابل روسیه قرار داره انقلابیست بورژوا دموکراتیک.
به نظر من اولین درسی که میشه از انقلاب روسیه گرفت این تئوری داروینیستی برای یک بار و برای همیشه به کنار گذاشته شد با تجربه تاریخی، چون رشد سرمایه‌داری رشدی است ناموزون و مرکب. همه کشورها با یه سرعت رشد نمی‌کنن، در ضمن کشورهایی که عقب می‌افتن میتونن در بطن خودشون عناصری از پیشرفته‌ترین به اصطلاح واحدهای تولیدی سرمایه‌داری رو که در حتی پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هنوز شکل نگرفته رو به آریه از بیرون بیارن داخل خودش. مثلا در روسیه به خاطر رقابت نظامی با آلمان یا انگلستان تزاریسم خودش شاید مدرن‌ترین تکنولوژی صنعتی رو در بطن این کشور فئودالی وارد کرده. ما در روسیه کارخونه‌ای داریم که بزرگترین کارخونه‌های اون موقع اروپا بودن، یعنی از نظر تعداد کارگرایی که زیر یه سقف جمع شده بودن هیچ واحدی به بزرگی بعضی از این واحدهای تولیدی روسیه در دنیا ما نداشت. یعنی این حالت رشد ناموزون و مرکب با اون شرایطی که گفتم خود مارکس بهش اشاره کرده بود نشون داد که در کشور عقب افتاده‌ای که هنوز تکالیف دموکراتیک حل نشده اگر سرمایه‌داری به یه درجه متناسبی رشد کرده باشه طبقه کارگری ایجاد میشه که به مراتب انقلابی تره تا به مراتب رادیکال تره تا طبقه بورژوایی که در واقع دوران انقلاب اونه. حتی برای تکالیف دموکراتیک طبقه کارگر به مراتب رادیکال تر عمل خواهد کرد تا طبقه بورژوایی که به نفع اونه این تکالیف دموکراتیک اگر حل بشه، به دلایلی که گفتم میخواد از بالا سازش کنه، میترس از این که طبقات پایین وارد جنبش انقلابی بشن، خودش هم از نظر اقتصادی اجتماعی گره‌های نزدیکی با طبقات ما قبل خودش داره. به نظر من اولین چیزی که شاید انقلاب روسیه اثبات کرد اینه که این حرف مارکس چقدر صحیح و دقیق بود. دوران انقلابات بورژوا دموکراتیک سپری شده. و نکته دیگه‌ای که به نظر من اثبات کردیم بود که پدیده‌ای که بهش میشه گفت همونطور که گفتم رشد ناموزون و مرکب، به این معنا که اینجوری نیستش که تکالیف دموکراتیک ما داریم در این انقلاب، یک سری تکالیف ضد سرمایه‌داری داریم ما در این انقلاب، بلکه این تکالیف به هم گره خوردن. یعنی شما نمیتونی یکی را حل کنی بدون دیگری. این برای اولین بار در رابطه با مسئله ارزی در جنبش کارگری جهانی بحث شد که فرض کنیم ما تکلیف دموکراتیک ارزی رو حل کنیم، زمین ها رو بگیریم و تقسیم کنیم. در شرایطی که بانک ها دست سرمایه داراست اگر شما این زمین ها رو تقسیم کنین و نتونین وام بدین به این زارعین مالک شده، خب چه فایده ای داره تقسیم زمین؟ یعنی در جنبش کارگری شاید کاوتسکی هم اولین کسی بود که حتی این مسئله رو مطرح کرد، برخلاف تصور رایج که فکر میکنن کاوتسکی به این چیزا زیاد طرفدار انقلاب مرحله‌ای بود، اصلا اینطوری نیست. کاوتسکی اتفاقا شاید یکی از اولین کسایی بود که به مرکب بودن تکالیف اشاره میکنه. اونم اینه که در دوران ما دیگه مسئله ارزی بدون حمله به بورژوازی نمیشه حل بشه. شما حتی بخواید توی آلمان مسئله ارزی رو حل کنیم بعد اول بانک‌ها رو ملی کنیم. اگر و در رابطه با روسیه میمن همین حرف رو کاوتسکی میزن. به نظر من انقلاب روسیه دقیقاً این نکته رو اثبات کرد که در دوران ما برای حل تکالیف دموکراتیک بدون حمله به سرمایه‌داری شما موفق نخواهید شد. خود حل تکالیف دموکراتیک گره خوردن به مناسبات سرمایه‌داری و بدون به اصطلاح واژگون کردن مناسبات سرمایه‌داری شما شاید حتی تکالیف دموکراتیک سال و ابتدایی را هم نتونین حل بکنید. این خب به نظر من یه درس خیلی مهم انقلاب روسیه بود، مردود شدن داروینیسم در به اصطلاح علوم اجتماعی و مردود شدن مفاهیم انقلاب مرحله‌ای. ما در دورانی زندگی میکنیم که حتی اگر در یک کشور انقلاب بورژوا دموکراتیک هنوز به انجام نرسیده باشه جز از طریق سرنگونی سرمایه‌داری این تکالیف هم حل نخواهد شد.
نکته دومی که نظرم شاید بشه کلیده هنوز هم امروز به قوت خودش اهمیتش برای ما باقیه، اینه که برای اولین بار ما فهمیدیم که ارگانهای انقلاب کارگری چی هستن، یعنی نهادهایی که میتونن این انقلاب رو پیروزیش رو تضمین کنن چیان، طبقه کارگر چجوری میتونه به قدرت برسه. این تا موقع در سطح تئوریک باقی مونده بود، هنوز بحث روشن و مشخصی سر شکل به اصطلاح قدرت کارگری نشده. انقلاب روسی رو به ما نشون داد، شکل شوراها، ارگانهای خودسازماندهی توده‌ای طبقه کارگر در واقع ارگانهای قدرت کارگری هستند. و این رو ما هم در انقلاب 1905 دیدیم و هم در انقلاب 1917 و بعد از انقلاب اکتبر ما کم و بیش عملا میدونیم که شکل انقلاب پرولتری چجور خواهد بود. معمولا انقلاب پرولتری و روسیه از این لحاظ انقلابش میشه بگه انقلاب کاملا کلاسیک به این معنای متد انقلاب کارگری، که بعد از یه دوره اعتصاب عمومی اصولا خود اعتصاب یه حالت قدرت دوگانه ایجاد میکنه در جامعه، هر اعتصابی، چون در یه اعتصاب در واقع طبقه کارگر قدرت بورژوازی رو زیر سوال میبره، یعنی حالا ممکنه حتی در حد فقط مطالبات اقتصادی باشه، ولی حتی در حد مطالبات اقتصادی یه نوع مقابله است با قدرت بورژوایی. حالا ممکنه قدرت یک بورژوای منفرد باشه و قدرت کل طبقه بورژوازی باشه. اعتصاب عمومی در واقع کل قدرت سیاسی بورژوازی رو زیر سوال میبره، به خصوص این که در شرایط اعتصاب عمومی مسئله قدرت در یه حوزه جغرافیایی مطرح میشه دیگه، مسئله خودش رو محدود نمیکنه به این کارخونه یا اون کارخونه یا این واحد تولیدی یا اون واحد تولید. بنابراین انقلابات کارگری بعد از یه دوره اعتصاب عمومی منجر به ایجاد یه حالت قدرت دوگانه خواهد شد، چون در حین اعتصاب طبقه کارگر مجبور نهادهای سازماندهی خودش رو ایجاد کنه در مقابل نهادهای موجود دولت بورژوایی. و این رو ما به صورت کلاسیک در جامعه روسیه به صورت تجربه کردیم، قدرت شوراها، قدرت به اصطلاح طبقه کارگر رو میتونست در مقابله با دولت بورژوایی مطرح کنه. اینجا هم یه نکته بسیار پرانتزی باز کنم که یه مقدار مفهوم رایج ما در ایران از شوراها یه ذره گیج شده، به این معنا که شوراها به اون معنایی که در روسیه شکل گرفت با کمیته کارخونه فرق داره، با شورا در مقیاسی واحد تولیدی فرق داره. این شوراها در واقع پارلمان کارگریان در یه منطقه جغرافیایی، ما شورای پتروگراد داریم، شورای مسکو داریم، شورای کارخونه ایکس نداریم، شورای کارخونه وای نداریم، اینا کمیته کارخونه. حتی اگر به صورت مجمع عمومی این کمیته انتخاب بشه، این هنوز شورا به مفهوم انقلاب روسیه نیست، اینها کمیته کارخونه. اتفاق میبینیم تو انقلاب 1919 و 1921 و 1923 آلمان یکی از دلایل شکست انقلاب آلمان دقیقا همینه، که این کمیته‌های کارخونه، این شوراهای کارخونه نمیتونن تبدیل بشن به شوراهای شهری، چون قدرت دوگانه موقعی مطرح هست که شما در یه مقیاس جغرافیایی قدرت بورژوازی رو در واقع به زیر سوال بکشونید، و جغرافیایی هم در حد یک واحد تولیدی معنی نداره و در حد واحد جغرافیایی کشوری معنا پیدا کنه، مثل شهر یا ایالت یا یک روستا یا یک منطقه جغرافیایی. و همین خاطر شوراها به این معنی که ما ازش استفاده میکنیم ارگانهای قدرت کارگری، باید روشن باشه که منظور شورا در این مقیاس جغرافیایی است، نه شورا در حد یک واحد تولیدی. نکته سوم که شاید باز به نظر من هنوز گفتنش مهمه و به اهمیت خودش باقیه، مسئله رهبری انقلابی. انقلاب روسیه در واقع نشون داد که بدون تئوری انقلابی پیروزی در انقلاب سوسیالیستی غیر ممکن. انقلاب سوسیالیستی با انقلابات دیگه خیلی فرق داره. انقلاب بورژوازی در یه
شرایطی رخ میده که سرمایه‌داری نقدن در بطن جامعه فئودالی شکل گرفته. یعنی نصف انقلاب اجتماعی بورژوایی قبل از انقلاب سیاسی بورژوایی صورت گرفته. در انقلاب پرولتری کل تحولات اجتماعی تازه بعد از انقلاب سیاسی صورت بگیره، تازه بعد از تسخیر قدرت صورت بگیره. و بدون یک تئوری که این استراتژی رو داشته باشه طبقه کارگر، بدون برنامه‌ای که متکی باشه به همچین تئوری، غیر ممکنه که اصلا وارد حتی این فراشد بشه. و دیدیم بسیاری از انقلاباتی رو که دقیقا با نداشتن این استراتژی نتونستن حتی قدم اولش رو بردارن، یعنی به تسخیر قدرت توسط طبقه کارگر به انجام. بنابراین به اعتقاد من تئوری انقلابی که حالا قدم نتیجه بعدی این حرف، یعنی پیدایش حزب انقلابی در دل طبقه کارگر، از پیش شرط های پیروزی طبقه کارگر، بدون اینکه پیشگام انقلابی طبقه کارگر خودش رو سازمان بده و به جنگ برای اینکه طبقه رو آماده کنه برای شرایط قدرت دوگانه و تسخیر قدرت، حتی اگر بحران انقلابی رخ بده تضمینی نیست که انقلاب پیروز بشه. همونطور که خیلی از به اصطلاح حتی بلشویک هایی که در انقلاب اکتبر شرکت داشتن و بعد مثلا راجع به این انقلاب نوشتن، تقریبا بدون استثناء اغلبشون تأکید دارن که اگر حتی لنین نبود در اون شرایط در روسیه، شاید حزب بلشویک میافتاد دنبال کرنسکی و اصلا ایده تسخیر قدرت رو مطرح نمی کرد. یعنی هیچ گارانتی نیست، هیچ ضمانتی نیست که بدون چنین حزب و رهبری انقلابی طبقه کارگر وارد مسئله تسخیر قدرت بشه. البته میگم درسای بسیاری هست و شاید بخوام تاکید بذارم رو سه تا کلیدیشون، هنوز فکر می‌کنم این سه تا گفتنش مهمه، چون هنوزم به قوت خودش باقیه، هنوزم که هنوزه بسیاری از انحرافاتی که درون جنبش کارگری، پیشگام انقلابی جنبش کارگری هست، ریشش تو فهم همین سه تا مسئله است به نظر. فقط برای که این بخش رو کامل‌تر بگیم، نقش حزب در اینجا چقدر مهم بود؟ اونو یه دور باز کنیم. خب برداشتای به نظر من اشتباه سر این قضیه زیاده. از یه طرف خیلی حزب پیشگام رو به یه معنای خیلی جدا از طبقه در نظر میگیرن، مثل اینکه حزب کودتا کرد، قدرت رو گرفت، یه عده طرفدارای خودش رو تو جنبش کارگری داشت، از طریق اینا در واقع بدون اینکه اکثریت رو در جامعه داشته باشه اومد و قدرت رو گرفت. از یه لحاظی این درسته، به این معنا که خب عاقبت قضیه شورای پتروگراد و مسکو کل روسیه نبودن موقعی که تصمیم به قیام مسلحانه گرفتن، ولی به نظر من اینجا یه مقدار نکاتی هست که باید حتما گفته بشه. اولیش اینه که طبقه کارگر در پتروگراد و مسکو چیزی حدود 85% طبقه کارگر کل روسیه بود. موقعی که شورای پتروگراد و شورای مسکو با چیزی حدود 70% آرا به استراتژی بلشویکی، یعنی قیام مسلحانه و تسخیر قدرت و انقلاب سوسیالیستی رأی میدن، یعنی کم و بیش 60%+ پرولتاریای روسیه رأی داده به انقلاب سوسیالیستی. بنابراین از هر زاویه‌ای که شما به قضیه نگاه کنین، اکثریت طبقه کارگر پشت انقلاب بوده، تصمیم به انقلاب گرفته و رهبری حزب بلشویک رو پذیرفته. اینجوری نیست که 40,000 نفر اعضای حزب بلشویک، چون حزب بلشویک تو دوره حتی قبل از قیام هم چیزی بیش از حدود 40,000 تا عضو نداشت. دوره قبل از انقلاب بین اوگوست تا اکتبر کلی رشد کرد، ولی اوگوست که ما آمارشو داریم 40,000 تا عضو داشته حزب بلشویک، جناح بلشویک حزب سوسیال دموکراسی روسی. چیزی
در مقایسه با 5 میلیون 6 میلیون طبقه کارگر روسیه که رأی به انقلاب اکتبر داده ناچیزه در واقع 40,000. و من گفتن این که انقلاب اکتبر یک کودتای حزب بلشویک بود خب خیلی ایده ایست که اصلا هیچ ربط و ارتباط و انطباقی با حقایق تاریخی نداره. ثانیاً پشت این انقلاب 10 میلیون سرباز بود، یعنی اکثریت سربازان هم رأی دادن در شوراهای سربازی به این انقلاب، به این قیام. چیز بوده 10 میلیون سرباز و این سرباز ها عمدتاً خب شاید 90%ی از خانواده های دهقانیست، از روستاها آمدن. بنابراین به یه معنا یه پشتیبانی بزرگی هم این انقلاب توی توده دهقانی داشته، به همین خاطره که خود بلشویک ها به این انقلاب میگفتن انقلاب کارگران و دهقانان، به این معنا که سربازان نماینده دهقانان. ولی این که اگر بخوایم فکر کنیم در یک کشور عقب افتاده، اتفاقا یه بحثی است که بعدها بین کاوسکی و لنین راه میفته، اگر ما فکر کنیم که در یک کشور عقب افتاده مثل روسیه قبل از انقلاب اکتبر میشه، قبل از انقلاب سوسیالیستی میشه اکثریت اون جامعه رو به ضرورت انقلاب سوسیالیستی جلب کرد، خب این حرف خیلی مسخره است. به خاطر که در یک کشور عقب افتاده بنا به تعریف توده عظیم خرده بورژوازی وجود داره. وجود توده عظیم خرده بورژوازی در شرایطی که هنوز قدرت در دست طبقه کارگر نیفتاده و هنوز سرمایه‌داری سر کاره، به این معناست که جزو محالاته که اکثریت این جامعه رأی به انقلاب سوسیالیستی بده. اینجا خب باید این رو سنجید. اتفاقا توی خود بلشویک ها این بحث زیاد بود. حالا فرض کنیم ما قدرت رو گرفتیم، آیا میتونیم حفظش کنیم یا نه؟ آیا داریم انقدر احتمال پشتیبانی درون کل توده های غیر پرولتری که این قدرت رو حفظ کنیم یا نه؟ البته بعد به این نتیجه رسیدن که داریم. حالا از نظر تاریخی میتونیم بسنجیم ببینیم این تصمیم درست بود یا غلط، ولی به هر حال این ایده که قبل از انقلاب اکتبر، قبل از انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب افتاده میشه رأی اکثریت مردم اون کشور رو به انقلاب سوسیالیستی جلب کرد، نه، به نظر من جزو محالات، احتیاجی هم بهش نیست. اگر اکثریت پرولتاریا جلب بشه به این انقلاب، اگر بر اساس تناسب قوا بشه فهمید که با گرفتن قدرت میشه توده‌های وسیع‌تری رو کشون به طرف انقلاب، باید این انقلاب آغاز بشه. از این لحاظ به نظر من انقلاب اکتبر انقلابی بود توده‌ای، انقلابی نبود به صلاح حزبی. طبعا در همین صحبتی هم که کردید اشاره کردید به جنبه‌هایی که شاید به خطر میانداخت این انقلاب رو، و بحث‌های زیادی هست راجع به سالی که میشه شروع کردید بحرانی در درون اتحاد جماهیر شوروی، اتحاد شوراها، و شروع شکست به نوعی، شکست این انقلاب، چون میدونم شما به شکست این انقلاب اعتقاد دارید. اینو میخوام که این مقداری باز کنیم توی بحث. خب بازم شکست انقلاب از خیلی زوایا میشه بررسیش کرد، ولی خب باز شاید بد نباشه 3-4 نکته اصلیشو تأکید کرد اینجا. از لحاظ تئوری مارکسیستی، از لحاظ کلی به نظر من شما اگر نتونین در یه وجه تولیدی باراوری کار رو از وجه تولید قبلی بالاتر ببرین، از نظر تاریخی شکست خوردین. یعنی شما اگر نتونین با کار کمتر بیشتر از دوره سابق تولید کنین، معنی نداره که تغییر بدین چیزی رو. یعنی از نظر تاریخی بی‌معناست. یعنی ضرورت انقلاب اصولا مطرح نمیشه که حالا توده‌ها بخوان آگاه بشن به این ضرورت. اگر نتونه یه وجه تولیدی باراوری کار رو بالاتر ببره از وجه تولید قبلی، از لحاظ تاریخی شکست خورد. و نگاه کنیم به جامعه روسیه، جامعه روسیه، حالا فعلا کاری به حزب و سیاست و غیرش نداشته باشیم، جامعه روسیه در تحلیل نهایی نتونست باراوری کار رو حتی از عقب افتاده تا این کشورهای سرمایه‌داری اروپایی بالاتر ببره، چه برسه از کل نظام جهانی سرمایه‌داری باراوری کار رو بالاتر ببره. به همین دلیل هم شکست. این شکست، یعنی شکست برای فراتر رفتن از سرمایه‌داری برای جامعه روسیه.
نتونست فراتر بره از سرمه. خب دلیل اینم به نظر من واضحه، دلیل اینم واضحه که از این لحاظ که شما تنها شکلی که میتونین باروری کار رو بالا ببرین این که در وهله اول بر نیروهای مولدهی که به شما این اجازه رو میدن که باروری کار رو بالا ببرین تسلط داشته باشید. در صورتی که در عصر امپریالیسم نیروهای مولده در سطح کشور کسی روش نمیتونه تسلط داشته باشه. با تقسیم جهانی کار نیروهای مولده باید شما در مقیاس بین المللی کنترل روش داشته باشی تا بتونی بگی پیشرفت‌های مادی سوسیالیسم فراهمه. پیشرفت‌های مادی سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی دیگه فراهم نیست، حتی در یک کشور پیشرفته، حتی اگر آمریکای پیشرفتهش بخواد ایزوله از اقتصاد جهانی در شرایط تقسیم کار جهانی بخواد فکر کنه که پیشرفت‌های مادی سوسیالیسم داره، نه نداره. به نظر من شاید اگر در حتی آمریکا انقلاب بشه و طبقه کارگر قدرت رو بگیره و خودش رو بخواد از جهان ایزوله کنه، اقتصادش به عقب خواهد رفت. اقتصادش نه تنها پیشرفت نخواهد کرد، سطح برابری کار توش پایین‌تر خواهد رفت از چیزی که الان داره، بنابراین یه نوع شکست خواهد. بنابراین دلیل اصلی این که چرا برابری کار نتونست در روسیه بالا بره اینه که انقلاب جهانی رشد نکرد. اگر بخوایم ببینیم چرا انقلاب روسیه شکست خورد، دلیل شکست انقلاب روسیه شکست انقلاب آلمان. اگر بخوام در یه جمله خلاصه کنم، اگر انقلاب آلمان شکست نخورده بود، انقلاب روسیه هم شکست نمیخورد، چون پیروزی انقلاب آلمان بعد یه دوره از انقلابات اروپایی رو باز میکرد، تناسب قوا رو کاملا تغییر میداد در اروپا. ایزوله موندن انقلاب روسیه عمده ترین دلیل این شکست. این از لحاظ تاریخیش، ولی خب از لحاظ سیاسی و از لحاظ مشخص شرایط روسیه هم یه نکاتی مهمی که بهش اشاره کرد، اونم اینه که در یک کشور حالا پیشرفته حتی اگر انقلاب جهانی خیلی طول بکشه تا پیروز بشه، سطح فرهنگی و تشکل طبقه کارگر و سطح به اصطلاح تمدن اجتماعی در این جوامع به یه جاهایی رسیده که شاید 50 سال بتونه دووم بیاره تا منتظر گسترش انقلاب جهانی باشه. در یک کشور عقب افتاده اینطوری نیست. در یک کشور عقب افتاده سطح فرهنگی طبقه کارگر اونقدر بالا نیست که بتونی همچین مقاومتی رو بکنه. ما می‌بینیم در جامعه روسیه اولاً پیشگام کارگری به تدریج از سطح تولید جدا میشه، وارد قدرت میشه، چون لازم داری، نمیتونی بدون آوردن پیشگامهای کارگری تو نهادهای قدرت در واقع دولت رو بچرخونی. پیشگام کارگری به جای که در سطح واحد تولیدی پیشگام کل پرولتاریا برای رفتن به طرف سوسیالیسم باشه، میشه در واقع بوروکراتای دولتی، میشن عناصر دولتی. ارتش و خود دستگاه دولتی عمده پیشگامای طبیعی طبقه کارگر در واقع از واحد تولیدی جدا میکنه، میبره توی دولت. و موقعی که این انقلاب جهانی گسترش پیدا نمیکنه، برای این طبقه کارگر عناصر رهبری کننده خودش رو هم نداره که بتونه مقاومت کنه در مقابل این انحطاط، در مقابل این علائم شکست که داره ظاهر میشه در افق مبارزه طبقاتی. و به یه معنای ما میبینیم که با اینکه به اعتقاد من واقعا شوراها قدرت رو داشتن، ما اینو بارها مثلا بین 1917 تا 1919 میبینیم، جاهایی که حزب بلشویک یه تصمیم گرفته، شورای پتروگراد گفته نه شما بیخود کردین همچین تصمیم گرفتیم، ما به همچین تصمیم رأی نمیدیم، و بلشویک ها بودن که مجبور شدن موضعشون رو عوض کنن، نه شورای پتروگراد. بنابراین با وجود اینکه طبقه کارگر واقعا قدرت رو در دست داشت و حزب بلشویک نبود که قدرت رو منحصر به خودش کرده بود، از 1919 تا 21 عملا به تدریج قدرت از دست شورا خارج میشه. ما که ما وارد دوره کمونیسم جنگی میشیم، 1919 تا 21 عملا
شوراها دیگه رو کاغذ هستن، شوراهایی که قدرت داشته باشن و معرف توده وسیع طبقه کارگر باشن دیگه عملا وجود ندارن. بعد از پیروزی در جنگ داخلی خب میشد به نظر من دوباره شوراها رو احیا کرد، تا اندازه زیادی هم بسیاری از این شوراها احیا شدن و فعالیت درون جنبش کارگری را افتاد، ولی نه به شکل سابق. و متاسفانه حزب بلشویک و رهبری سیاسی هم آنچنان واقف نبود به ضرورت احیای قدرت کارگری، تا یه اندازه‌ای به اینجا رسیده بود که حزب کافیه، در واقع نمیشه کاریش کرد و حزب جایگزین قدرت شوراها میشه از 1900، حتی در زمان حیات لنین. و ما دیگه به بعد از مرگ لنین که میرسیم، این اصلا تبدیل میشه، این ضرورت تبدیل میشه به فضیلت. تئوری میبینیم، تئوری حزب ونگارد، ونگاردیزم در دوران استالین از اینجا میبینیم شک میگیره، که یعنی اصولا این تئوری یا این اعتقاد که هنوزم خیلی از گرایش‌های به اصطلاح چپی ما به این تئوری اعتقاد دارن، اونم این که قدرت کارگری در واقع طبقه کارگر نمیتونه با عنوان طبقه قدرت اعمال کنه، پیشگامشه که فقط میتونه این قدرت رو به جای طبقه اعمال کنه، یعنی دیکتاتوری حزبی به عبارت دیگه، یعنی دیکتاتوری حزبی هم که یعنی دیکتاتوری یک حزب، دانش سیستم تک حزبی، چون قرار پیشگام طبقه کارگر به جای طبقه قدرت رو اعمال کنه، خب هر کسی به جز این حزب پیشگام به خصوص بخواد وارد این قضیه بشه، خائن مال یه طبقه دیگه است. و این گرایش به سمت مونوپولیز کردن قدرت توسط یک حزب در بطن این تئوری خابیده. یعنی شما اعتقاد داشته باشید پیشگام فقط لیاقت حکومت رو داره، پیشگام هم غلط کرده تو دو تا حزب باشه، باید حتما تو یه حزب پس باشه. و این سیستم تک حزبی، دیکتاتوری تک حزبی ریشش در همین ایده است. و واضح موقع که شما به اعتقاد به دیکتاتوری حزب داشته باشین، داخل حزب هم اعتقاد به دیکتاتوری پیشوا پیدا خواهیم کرد. و این پدیده ایست که ما در روسیه بعد از مرگ لنین، به خصوص از 24-25 به این طرف، به شکل پدیده استالینیزم میبینیم، یعنی یه لایه‌ای خودشو جایگزین طبقه کارگر میکنه. و این به نظر من یکی از دلایل عمده شکسته، یعنی علی رغم این که از نظر جهانی انقلاب جهانی رشد نکرد و شکست شرایطش فراهم شده بود، این شکست هرچه بیشتر تسریع شد به خاطر که دموکراسی درون خود طبقه کارگر هم از بین رفت و خود طبقه کارگر هم دیگه ارگانهای قدرتش رو از دست داد. و شاید نکته سومی هم که بشه گفت اینه که در رابطه با روسیه به عنوان کشور عقب افتاده، توده های وسیع غیر پرولتری اینجا مشخصا خورده بورژوازی، دهقانان، عمدتا دهقانان، جلب به انقلاب سوسیالیستی نشدن، به این معنا که در دوره انتقال به سوی سوسیالیسم شما باید تجربه انقلاب روسیه نشون داد. اگر نتونیم داوطلبانه دهقانان رو به سوی این انتقال جلب کنیم، خب نخواهیم تونست در این انتقال پیروز بشید. به زور اسلحه نمیشه مردم رو سوسیالیست کرد. و این حالت دوران کمونیسم جنگی، تصاحب غلات مثلا به زور از دهقانا برای تامین به اصطلاح احتیاجات جبهه‌های جنگ با ارتجاع، بعد از دوره به اصطلاح 25-28 تبدیل شد باز دوباره به یه تئوری. این ضرورت یک دوران ویژه باز تبدیل شد به یه تئوری، اونم اجباراً اشتراکی کردن و مقاومت دهقانا رو با بسیار اعدام در هم شکستن، که میبینیم منجر به کشتن شاید چیزی حدود 6 میلیون دهقان میگن در این دوره 28 به این طرف در روسیه شده. خب این دیگه کمر پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه شکست.
این شما این نتین اکثریت جامعه رو جلب کنین به این انتقال، خب محکوم به شکستین، یه واضحه که محکوم به شکست. این پدیدن به نظر من یکی از دلایل مهم این شکست انقلاب بود. اگه بخوام سه تا کلیاش رو بگم، اشاره کردید به دلایل این شکست، به نوع چه درس هایی میشه گرفت از این شکست؟ برخیش فاکتور هاییست که نمیشد پیش بینی کرد. بعضی ها خب میگن لنین باید پیش بینی میکرد که انقلاب آلمان پیروز نمیشد. به نظر میاد سخت باشه چنین پیش بینی، طبعا بر این اساس میرفتند که مبارزات کارگری در یه مرحله است در آلمان، انقلاب بین المللی میشه غیره. ولی از دوره بعد چه درس هایی میشه گرفت؟ و یه اشاره کوتاهی هم اگه میشه به دوره نپ و برنامه ریزی اقتصادی بعد از کمونیسم جنگی هم یه اشاره کوتاهی بکنید. اول از این برنامه نپ شروع کنم. یه مفهومی هست یه بسا ادبیات مارکسیستای روسی، اینو زیاد میبینیم که ما ساختمان سوسیالیسم را آغاز کردیم. منظورش ما که میگفتن ما ساختمان سوسیالیسم را آغاز کردیم یعنی دولتی کردیم و از دست بورژوازی گرفتیم، چیزی بیش از این نبود. شما برین به نوشته های خود لنین و به رهبران بلشویک ها که نگاه کنیم، ما که تقسیم میکردن این بخش تولید دست خورده مالک هاست، این بخش تولید سرمایه داری دولتیه، این بخش تولید سوسیالیستیه، در واقع منظورشون از بخش سوسیالیستی تولید بخش دولتی تولید، چیزی بیش از این نبود. بخشی که از دست بورژوازی بیرون کشیده شده و به دست دولت افتاد. این ما میدونیم حتی زمان مارکس دولتی کردن مساوی با اجتماعی کردن نیست. دولتی کردن ممکنه قدم اول اجتماعی کردن مالکیت باشه. اجتماعی کردن منظورم همون سوسیالیستی کردن، یعنی اشتراکی کردن، اجتماعی کردن. مالکیت اجتماعی با مالکیت دولتی فرق داره، چون مالکیت اجتماعی اگر نتونه تقسیم کار اجتماعی بین کار فکری و یدی رو از بین ببره، به این معنی که یه عده تصمیم بگیرن یه عده اجرا کنن، اگه نتونه این تقسیم از نظر اجتماعی از بین ببره، خب به مدیریت اجتماعی نرسیده، نتونسته برسه، به مدیریت اشتراکی نتونسته برسه، به مالکیت سوسیالیستی نتونسته برسه. بنابراین اصولا این حرف که مالکیت دولتی مساویس با مالکیت سوسیالیستی از بیخ و بن غلطه. ممکنه در شرایطی که طبقه کارگر قدرت رو داره، بله قدم اول در راه اجتماعی کردن دولتی کردن باشه، ولی فقط قدم اول. اضافه بر این اصولا یعنی چی ما ساختمان سوسیالیسم رو آغاز کردیم؟ اینه که سوسیالیسم به این یه ساختمانه، من میتونم اول دیوارش رو بسازم، بعد پنجرش رو بزنم، بعد یواش یواش مثلا دیوار پشتش رو بسازم، بعد سقف روش بذارم. اینطوری نیست. سوسیالیسم به خاطر اینکه شما تا بر کل واحدهای تولیدی، بر کل نیروهای مولده، یا حداقل بر میزان تعیین کننده ای از نیروهای مولده کنترل نداشته باشی، نمیتونی مالکیت اشتراکی و اجتماعی رو در سطح اجتماعی برقرار کنی. برای من شما نمیتونی سوسیالیسم رو توی کارخونه بسازی، سوسیالیسم رو توی این شهر بسازی، سوسیالیسم رو تو این واحد تولیدی بساز. بنابراین اصولا این فکر که ما میتونیم ساختمان سوسیالیسم رو آغاز کنیم، به نظر من درش این انحرافات و این ایرادات نهفته. شما میتونیم توی دوره تاریخی کامل حق وتوی کارگری رو مستقر کنیم، یعنی ساختمان رفتن به طرف سوسیالیسم مرحله اولش در واقع حق وتوی کارگری، کنترل کارگری بر تولید و توزیع. ولی این هنوز فرق داره با سوسیالیسم، این هنوز تا رسیدن به سوسیالیسم کلی فاصله داره. به نظر من یه مشکل عمده‌ای که در رابطه با روسیه و همینجور هنوز تا به امروز هم ما این مشکل رو داریم دقیقا اینه. شما اگر قدرت دولتی رو داشته باشین، شاید اصلا دلیل نباشه حتی دولتی کنین. یعنی دلیل خلع ید از بورژوازی چیز تاریخی، خلع ید از بورژوازی نیست که دست این بورژوا بگیریم بدیم دست این بورژوا به عنوان یه بوروکرات توی دولت و اسمشو بذاریم اون بورژوایی بود، حالا این شده سوسیالیستی. ممکنه
ثانیاً شما نمیتونی خودت از بازار جهانی بکشونی بیرون. به محضی که شما خودت بخوای از بازار جهانی بکشونی بیرون، اقتصادت منقبض خواهد شد. اقتصادت هم منقبض بشه، جزو محالات باراوری کارت بتونه از عقب افتاده ترین کشورهای سرمایه‌داری این بازار جهانی بتونه جلو بزن. برای من محکوم به شکستی، نقدن خودت حکم اعدام خودت صادر کردی، یعنی بخوای خودت ایزوله کنی از بازار جهانی. برای من شاید در یه شرایطی از نظر سیاسی اگر قدرت در دست تبعه کارگری، از نظر اقتصادی اقدامات اقتصادی که میکنه خیلی متفاوت باشه با اقدامات سیاسی که میکنه. در اقدامات اقتصادیش خیلی متعادل‌تر جلو بره، به شرط حفظ حق وتو، به شرط حفظ کنترل کارگری بر توری. در روسیه هم برداشت لنین و بلشویک‌ها، رهبری بلشویک‌ها دقیقا همین بود، از انتقال به سوسیالیسم دقیقا کنترل کارگری بود. ولی شرایط کمونیسم جنگی رو عوض کرد. حالت دوران جنگ داخلی بلشویک‌ها به خاطر اینکه از نظر سیاسی ارتجاع رو به اصطلاح شکست بدن، مجبور شد از لحاظ اقتصادی حمله به مراتب شدیدتری به مناسبات مالکیت خصوصی بکنن که خودشون در برنامه‌شون بود. یعنی حتی مغازه کوچیک، زمین کوچیک، کولاک به اصطلاح دهقانای ثروتمند رو هم زمیناشون رو گرفتن. یعنی ماجرای دولتی کردن خیلی جلوتر از اونی رفت که چه خود رهبران بلشویک می‌خواستند و چه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کرد و چه این تئوری انتقالی که من گفتم باید کنترل رو حفظ کرد. نمیشه سوسیالیسم خورد 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 اینجا ساخت، باید کنترل حفظ کنی تا به یه جایی برسه که بتونی به نیروهای مولده تعیین کنندهی در مقیاس جهانی کنترل داشته باشی، بعد تازه میتونیم وارد فاز مالکیت اجتماعی بشیم، مالکیت سوسیالیستی بشیم. در شرایط روسیه به مراتب بورژوازی به اصطلاح زودتر از این که لازم باشه از کل تولید حذف شد و پرولتا آمادگی نشد جایگزینش بشه. به این خاطر آخر جنگ داخلی که ما میرسیم اقتصاد روسیه برگشته به قبل از 1913. یعنی شما اقتصاد روسیه میبینین که به عقب رفته، یعنی حتی مایحتاج بسیار عادی زندگی مردم رو نمیتونه تأمین کنه. بنابراین یه عقب نشینی عظیمی دولت به اصطلاح کارگری روسیه مجبور به انجامش بشه، به این معنا که برگرده بگه خب نه ما اینا رو دولتی کردیم بی خود بود، دوباره پس بدیم، ما اینجا اینا رو زمین ها رو گرفتیم به زور اشتراک که این غلط بود دوباره پس بدیم. یه دوره عقب نشینی است و یه دوره واقع بینانه تر نگاه کردن به پروسه انتقاله. به همین خاطر از یه لحاظی هم عقب نشینی است به خاطر زیاد روی هایی که دوره قبل کرده، ولی از یه طرفی این جنبش نباید فراموش بشه، یه عقبگرد واقع بینانه تر، واقع بینی در مقایسه با کمونیسم دوران کمونیسم جنگی. و اتفاقا از سیاست های دوران اقتصادی نپ ما بیشتر درس هایی میتونیم بگیریم تا از اقتصاد دوران کمونیسم جنگی برای استراتژی خودمون. درس هاش خلاصه بخوام بگیم، درس هاش برای انقلاب های بعدی بره. چون برای ما این مهمه که از این واقعی تاریخی چه درس هایی میگیم. یکی به نظر من کلیدی ترینه، نکته ای که بخوام اشاره کنم و اتفاقا یکی از نکاتی است که من کمتر میبینم هنوز کسی، نه تنها در چپ ایران بلکه حتی در چپ بین المللی هم آنچنان بهش توجه کنه، اونم اینه موقعی که مثلا مارکس زنده بود، اگه کسی از مارکس میپرسید خب سوسیالیست که شما میگین چیه، برای ما تعریف کنین چیه، این جامعه کمونیستی سوسیالیستی یا هر چی که اسمشو بزنم، خب وارد بحث اسمی بشم، اسمشو میذاری خب چیه برای ما تعریف کنین، یه جواب ساده و جواب صحیح بود که من چه میدونم چیه، طبقه کارگری که باید اینو بره بسازه، من میدونم چی نخواهد بود،
بر اساس این جامعه سرمایه‌داری که ما امروز می‌بینیم، می‌دونیم این چیزا نخواهد بود، توش استثمار نخواهد بود، توش این نخواهد بود، توش اون نخواهد، توش تقسیم کار فکری و یدی نخواهد بود، توش می‌تونیم بگیم چیا نخواهد بود. برای اینکه دقیقاً چه شکلیه به جز سر خطوط کلی نمیشه گفت، بستگی به مبارزه داره، چون تو مبارزه ساخته میشه، بستگی داره طبقه کارگری رو چجوری بسازه. به نظر من این حرف دیگه ما امروزه نمیتونیم بزنیم. بعد از تجربه انقلاب اکتبر، و نه فقط هم تجربه انقلاب اکتبر، فراموش نکنیم که به اسم کمونیسم خیلی کشورهای دیگه بعد شکل گرفتن، چین، اروپای شرقی، کوبا امروزه، خیلی جاها ما داریم که ادعا میکنن رسیدن حتی به کمونیسم. بنابراین اینطوری نیست که ما دیگه هیچ تئوری نداریم راجع به انتقال. در سطح پیشگام انقلابی و پرولتری مسئله این که اون کسی که میگه من میخوام انقلاب سوسیالیستی بکنم، استراتژی من انقلاب سوسیالیستیه، و نتونه توضیح بده چجوری میخواد به این کمونیسم برسه. یعنی در برنامهش انتقال تئوریزه نشده باشه. به نظر من یعنی اصلا از تاریخ پرته، یعنی اصلا تاریخ رو ملتفت نشده. یه دلیل عمده‌ای که شاید پرولتاریای کشورهای پیشرفت اروپایی اینطور به اصطلاح علاقش به سوسیالیسم کمتر شده، اینطور دیدگاه‌های کمونیستی توش ضعیف‌تر شده، یه دلیلش همین بی‌پاسخی جریانات درون جنبش کارگری به مسئله انتقال بر اساس به خصوص تجربه انقلاب روسیه. من کارگر اینجا میخوام ببینم اگه فردا من انقلاب کنم، همون بلایی که تو روسیه سر پرولتای روسیه اومد قرار سر منم اینجا بیاد؟ یعنی خب باشه من چرا بگم، من دیوانم بکنم برم انقلاب بکنم که قدرت بدم دست 6 تا بوروکرات؟ خب چه اینجور وضعیت فعلی که باز بهتر. بنابراین شما اگر نتونین در سطح برنامه دقیقاً هر گرایش که ادعای گرایش کارگری بودن و سوسیالیستی بودن میکنه نتونه توضیح بده، خب درست برای ما توضیح بده انتقال چجوری، برنامه شما چی، میخواین چی کار بکنید، چجوری میخواین به سوسیالیسم برسید. یعنی اگه باز همون دولتی کردن و بوروکراتیزه کردن، خب این که ما تجربهشو به نقد دیدیم. برای اگه بخوام جمع‌بندی کلی بگم اینه، ما باید حتماً در برنامه حزبی، در برنامه انقلابی، در برنامه سوسیالیستی، هر اسمی که روی این میذاریم، مرامنامه، برنامه، هر آرمان، هر چی که اسم اینو میذاریم، باید توضیح دوران انتقال هم باشه. نمیتونیم اکتفا کنیم به صرفا تسخیر قدرت. بعد از تسخیر قدرت هم باید روشن باشه از حالا چی میگیم و چی کار میخواییم بکنیم. یعنی پرولتاریا باید آماده بشه برای این در طول مبارزه. ها روی این هم بخواییم بریم نگاه کنیم، خب میتونیم خیلی از نکات کلیدیشو دقیقا اینجا بگیم دیگه. اولیش خود مسئله قدرته. یعنی یه چیزی که هنوز باز روشن نیست اینه که ما که میگیم حزب پیشگام، حزب رهبر، مثلا رهبری انقلابی طبقه کارگر، این با مفهوم قدرت فرق داره. رهبری به این معنا نیست که کنترل هم داره، رهبری به این معنیست که در مبارزه لیاقت رهبریشو به طبقه اثبات که طبقه کارگر داوطلبانه در اکثریتش این رو به رهبری پذیرفته، نه اینکه چون کنترل داره روی طبقه کارگر، طبقه کارگر انتخابی نداره جز اینکه اینو بپذیره به عنوان رهبر. جدا کردن مفهوم حزب از قدرت به نظر من یکی از اون مسئله رهبری از قدرت، یکی از اون مسائل کلیدیش که باز در برنامه انقلابی باید کلی روش تاکید بشه. به نظر من هنوز که هنوز آنچنان نمیشه تاکید به اینو، شاید بیشتر گرایش های مثلا راست میکنن تا گرایش های چپ. گرایش های راستی که منظورشون از این اینه که اصلا معنی نداره فقط سوسیالیستا باشن، باید مثلا چنان فاشیستا هم هنوز مثلا بتونن آزادانه در دل این انتقال مداخله. من نمیگم آزادی احزاب نباشه، ولی میگم بیشتر از اون زاویه مطرح شده تا از زاویه سوسیالیسم انقلابی و کمونیسم انقلابی، که ما احتیاج به این تفکیک داریم، روشن کردن این تفکیک بین مفهوم قدرت و مفهوم رهبری.
حزب پیشگام حزب رهبره، نه حزبی که قدرت رو قبضه میکنه. این یکی از جنبه است. جنبه دیگه اینه که ارگانهای قدرت کارگری اگر در داخلش دموکراسی نباشه، اگر دموکراسی سوسیالیستی در دل این نهادهای خودگردان طبقه کارگر نباشه، خب این ارگانها خودشون منحط میشن. حالا ارگانها همش هم طبقه کارگر باشن، ارگانهای منحطی تبدیل میشه. به این خاطر که برگردیم سر تز اصلی دوران انتقال، انتقال به طرف سوسیالیسم از نظر اقتصادی فقط به این معنا میتونه موفق باشه که شما بتونین مقدار ساعت کار رو کم کنین، تولید رو بالا ببرین، یعنی باروری کار بالاتر بره. با مقدار کمتری ساعت کار مقدار بیشتری جنس تولید کنین. اگر نتونین این کار رو بکنین، خب انتقالی صورت نمیگیره، پرولتاریا نخواهد تونست به طرف از هر کسی به اندازه استعدادش به هر کسی به اندازه نیازش برسه. یعنی انگیزه رشد، انگیزه تحول تو دور انتقال باید باشه کاهش ساعت کار. اگر در شوراهای کارگری چنین دموکراسی نباشه و اگر بین مفهوم رهبری و قدرت چنین جدایی نباشه، انگیزه برای کاهش ساعت کار هم نیست. اگر انگیزه برای کاهش ساعت کار رو شما از دوران انتقال بگیرید، مسلما به طرف سوسیالیسم پیش نخواهید رفت. و این پدیده به نظر من دموکراسی کارگری در دوران انتقال به همین دلیل کلیدی و مهمه. یعنی مسئله صرفا مسئله حقوق بشر رو نمیدونم من هم میخوام عقاید خدا، این نیست. یعنی از نظر اقتصادی کلیدیه. بدون این همچین دموکراسی انگیزه برای کاهش ساعت کار نیست. میبینیم در روسیه به جای انگیزه کاهش ساعت کار، انگیزه پاداش های مادی رو وارد تولید کردن. به این معنا که اگر شما 12 ساعت کار کنین در این کشوری که مثلا هیچکی هیچ چی نداره، ما به شما 2 چرخه هم اضافه میدیم بر حول. یا مثلا اگر به مدیرا، به بوروکرات هایی که منیجرای این بسیار صنایع دولتی بودن، با پاداش های مادی این انگیزه رو ایجاد کنید که تولیدش رو ببره بالا. یعنی به جای کاهش ساعت کار، انگیزه های مادی برگشت تو تولید، که این در واقع بازگشت به سرمایه داری، بازگشت به مناسبات سرمایه داری همطور که میبینیمش. و این نکته به نظر من خیلی باز کلیدیه که آنچنان از نظر تئوریک، از نظر برنامه‌ای، نه فقط چپ ما، هنوز که هنوز چپ بین المللی هم آنچنان توجهی بهش نکرد. بالاخره انگیزه رشد در دوران انتقال به سوسیالیسم چیه؟ چون دیگه انگیزه سود که ما نداریم. چیه که باعث میشه باروری کار بره بالا؟ اگر جز کاهش ساعت کار باشه، خب واضح ما همچین انتقالی رو صورت نخواهد. نکته سوم باز در رابطه با کشورهای عقب افتاده هم در دست مطرح، مثل روسیه، مثل ما در ایران، ولی خب حتی تو خیلی از کشورهای اروپایی پیشرفته‌تر این پدیده مطرحه. اونم اینه که جزء محالاته که شما فکر کنین فردا در یه جای انقلاب میشه، اکثریت عظیم جامعه میان به طرف سوسیالیسم. همچی چیز این رویاست. یعنی هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نخواهد افتاد. شما اگه نتونین اکثریت عظیم این جامعه رو جلب کنین به طرف این سوسیالیسم، عاقبت شکست خواهیم خورد. و جلب اکثریت، حالا فرض کنیم کل توده پرولتاریا رو نقدن جذب کردید، خود این هم آنچنان داده شده، از قبل داده شده نیست که حتی با پیروزی انقلاب الزاماً مثلا 90% طبقه کارگر طرفدار سوسیالیسم بشه. نه، اینطوری نخواهد. همیشه در دل طبقه کارگر لایه‌های خواهند بود که حتی مرتجعن، حتی می طرفدار بازگشت به سرمایه‌داری ممکنه باشن، حتی در شرایطی که خودشون قدرت رو هم دارن. و اینو دیدیم توی خیلی از مثلا جنبش‌های انقلابی کارگری دیدیم. ولی فرض کنم حتی اکثریت طبقه کارگر هم طرفدار سوسیالیسم باشن، جامعه، هیچ جامعه، حتی پیشرفته ترین جوامع سرمایه‌داری امروزه اینجوری نیست که اکثریتش طبقه کارگر باشه. توده های غیر کارگری فراوونن، به خصوص تو کشورهای عقب افتاده که اصلا خرده بورژوازی معمولا بزرگتره تا طبقه کارگر. شما اگر راهی در استراتژی انتقال
نداشته باشیم برای جلب تودهای غیر پرولتری به انتقال، باز محکوم به شکست. و این نمیتونه همونجور که گفتم به زور اسلحه باشه، باید داوطلبانه باشه و باید قانونی باشه. یعنی نمیشه مثلا میگم شورای مثلا کارگری تهران هر روز دلش خواست هر تصمیم دلش خواست بگیره، بگی من فردا میخوام همه مغازهای تهران رو بگیرم مثلا، پس فردا میخوام همه اینا رو بگم بفرستم مزرعه، بگیم به جای مثلا تو مغازه کار کردن باید بریم دیل بزنیم. حدود و ثغور قدرت شورایی در رابطه با طبقات غیر پرولتری باید روشن بشه، باید در قانون اساسی انتقال تدوین شده باشه، یعنی باید تئوریزه بشه در برنامه رهبری پرولتری، باید روشن و مشخص بشه. این هم پدیده ایست که خیلی ها نه اصلا بهش فکر میکنن نه بهش اشاره کردن نه درسی گرفتن از تجربیات انقلاب اکتبر، که به نظر من مهمه توی درس همون از شکست به این دقت کنیم. خیلی ممنون، فکر میکنم به اکثر سوالا در این فاصله کوتاهی که بود جواب. خیلی ممنون.